باریکلا، الان همه وارد کلاس شدن. آفرین به پسران. بچه ها، ما الان میخوایم با هم دیگه یه کویز فارسی انجام بدیم. کویز فارسیمونم چیه؟ کویز فارسی میخوام شما تو دفترتون بنویسید و عکسشو برای من مامانتون زحمت بکشه ارسال کنه که میخوام ببینم چطوری انجام دادید. هیچ کدومم نمیخوام بیاید توی پیاما به من جواب بدید. باشه پسرای خوبم؟ کویزو شروع میکنیم. 1، 2، 3. تو یک دفترتون خوش خط و تمیز مینویسید. من به تمیزی و به خوش خطی هم امتیاز میدم. قسمت اول سوال 1، جمله بسازید. 3 تا کلمه دادم، جمله بسازید. افتخار، سفر، بناهای قدیمی. شروع کنید ببینم. باریکلا به پسرای گلم، من اینو براتون بزرگترش میکنم. افتخار، سفر، بناهای قدیمی. آفرین. سریعتر همه بنویسید. جمله سازی این بچه ها. جمله بسازید. جمله ببینید. جمله بسازید. افتخار، سفر، بناهای قدیمی. باریکلا به پسران. بچه ها حتما دور کلمه کلیدتون رو خط بکشید. آخر جملتون هم نقطه بذارید. باریکلا آفرین. خب پسرای خوب من، باریکلا جمله بسازید. چون براتون اینو بچه ها، اینو واسه تون امتیاز داره ها، توی برای سنجش مشاهده یا من از اینا استفاده میکنم. بچه هایی که نامنظم برای من ارسال کنن امتیازشون کمتر میشه. بچه هایی که منظم و تمیز ارسال کنن از من امتیاز میگیرن. جونم کیاشا جان، چه سوالی داری پسرم؟ خواهم صورتی تو پیام رو بنویسیم. نه قربونه برم، تو دفترتون، توی دفترتون همه باید بنویسید بچه ها. تو پیاما نه، توی دفترتون بچه های خوشگل من. آفرین. باریکلا به پسران. تو دفترتون بنویسید که من ببینم چطوری نوشتید. 3 تا کلمه دادیم واسه جمله سازیم. افتخار، سفر، بناهای قدیمی. باریکلا، باریکلا بهتون. خیلی تمیز و خوشگل بنویسید. باریکلا به پسران. آفرین، آفرین. شما هم ریاضی خوب بلد میشید، هم فارسی، علوم، هدیه ها. باریکلا بهتون. 1000 آفرین به شما پسرای خوبم. باریکلا. جمله بسازید ببینم با اینها. باریکلا به پسرای خوب. آفرین. باریکلا به پسرای گلم. ماشاءالله، ماشاءالله. تون تون بنویسید، داره وقتمون تموم میشه ها. دیگه به من نگیدم. بله تو دفتر فقط بنویسید، نمیخواد تو پیاما بر من ارسال کنید. توی دفتر با این 3 تا کلمه ها جمله بسازید. افتخار، سفر، بناهای قدیمی. آفرین به یکی از بچه ها که به من گفت من تموم کردم 3 تا جمله هامو. باریکلا آفرین بهتون. خب میریم سراغ تمرین بعدیمون. باشه پسرای گلم، همه تموم کردید؟
چی پسرم؟ آقای صفیاری چه سوالی داری؟ منم تموم کردم. باری کلا به شما، نشونم هم نده، بعدم عکسشو برام بفرست. خب بچه های گل من، الان زیر این قسمت رو با مداد قرمزتون و خط کشتون یه خط بکشید که سوال بعدی رو میخواید بنویسید از این جدا باشه. باشه پسرم. چه کیاشا جان چه سوالی داری؟ خانم من هنوز تموم نکردم. چی کار میکردی این همه وقت؟ سری باش. خب حالا یادداشت بکن بعدش تموم میکنی. کلمه ها تو یادداشت کن. افتخار، سفر، بناهای قدیمی. بریم کویز بعدی. کویز بعدیمون بچه ها بنویسید توی دفترتون، کامل کنید. بچه ها ببینید سوال، مثلا جمله سازیاتون نوشتید، خط بکشید، این سوال رو بنویسید، کامل کنید. آزمایشگاه یعنی چی؟ ادامه بدید. زیارتگاه یعنی چی؟ دانشگاه یعنی چی؟ بنویسید. آفرین. سریعتر، کامل کنید. باید دستتون رو تند کنید، چون دیگه از این به بعد هم در زنگای فارسی کویز خواهیم داشت، هم زنگای ریاضی. آزمایشگاه یعنی چی؟ زیارتگاه یعنی چی؟ دانشگاه یعنی چی؟ آفرین آفرین پسرای خوب، خیلی خوش خطم بنویسیدم که من لذت ببرم. باریکلا. آفرین بهتون. خب آزمایشگاه یعنی چی؟ زیارتگاه یعنی چی؟ دانشگاه یعنی چی؟ باریکلا. آفرین. باریکلا به پسرام. سریعتر بنویسن. آزمایشگاه یعنی چی؟ زیارتگاه یعنی چی؟ دانشگاه یعنی چی؟ باریکلا به پسرام. آفرین. مرسی پسرای خوب. باریکلا. یعنی آفرین بهتون، خیلی خوب انجام میدید، باریکلا باریکلا به پسر خوشگلم. باریکلا. دونه دونه که به من میگید تموم کردید، من بهتون میگم آفرین. آفرین پسرای خوبم. باریکلا. ماشالله پسرام. ماشالله که اینقدر پسرای قوی دارم. باریکلا. باریکلا که اینقدر خوب می نویسید. خب. آقای رادین قربانیان. رادین جون. رادین. سلام. خوبی؟ چیکار کردی؟ بله. نوشتی؟ بله. آفرین به پسرم. خب بعدش عکسشو برام بفرست. این دوتا رو عقب موندم. خب بنویس الان. اینجوری نوشتم و اینا رو بنویسم بعد اونو بنویسم. نه همین الان بنویس. همین الان می‌نویسم. همین الان. آفرین. سریع بنویس. آزمایشگاه یعنی چی؟ به من بگو. دون آزمایشگاه جایی که در آزمایشگاه جایی که در آن آزمایش میکنیم. باریکلا. آفرین. بنویس. باریکلا به پسرم. سری بنویسش. باریکلا. آفرین که دارید انقدر قشنگ مینویسید. باریکلا به پسرای خوب. بچه ها
دیگه باید ما همینجوری کار بکنیم، همینجوری زپر و زرنگ. آفرین بهتون. آزمایشگاه یعنی چی؟ زیارتگاه یعنی دانشگاه، یعنی کاملش میکنید. باریکلا. خب بریم سوال بعدی. سوال بعدی بچه ها، اول مرتب کنید و کامل کنید. بچه ها ببینید، اول مرتب کنید و کامل کنید. خط بکشید زیر اون قسمت بالا، بیاید بنویسید مرتب کنید. با این کلمات به هم ریخته باید یک جمله درست کنید و بنویسید. با این کلمات به هم ریخته رو مرتب کنید و یک جمله بنویسید. با ایمان مردان هستند و زنان ایرانی پرتلاش. آفرین به پسران. مرتبش کنید. با ایمان مردان هستند و زنان ایرانی پرتلاش. مرتب کنید این کلمات به هم ریخته رو، مرتب کنید و یک جمله بنویسید. در قسمت پایینش یک جمله می‌نویسید. ببینید یعنی اینجا این قسمت یه دونه جمله می‌ذاریدش. بچه‌ها مرتبش می‌کنید، اینجا یه دونه جمله می‌نویسید. اینجا. خب آفرین بهتون. از مرتب کنید و جمله‌شو برای من بنویسید. باریکلا بهتون. چیه پسرم عزیزم، چه سوالی داری؟ جونم هیچی، الان این چیز رو آوردم بالا. دو تا و باید داشته باشه. بله درسته، می نویسم الان اینجا براتون. اینجا باید دو تا و داشته باشه. بیا گذاشته باش بنویسی. درسته. دیگه سوالی نداری؟ خانم من سوالم این نبودا. چه سوالی بود عزیزم؟ این چی الان سوالم دیدن این بالا چیز بود، ببینم دیدن کلمه رو. الان اون سوالم تموم شد. باشه بنویسش سریع تر. خب آفرین به پسرام. سریع تر بنویسید. مرتب کنید. با ایمان مردان هستند و زنان ایرانی پرتلاش و. خب باریکلا بهتون، باریکلا. آفرین به پسرام. ماشالله ماشالله به پسرام. سریع بنویسم ببینمشون. خب باریکلا. بله خوب، پسرای خوب، همه مرتب کردن؟ سریعتر مرتب کنید که وقت کلاسمون تموم نشه. با ایمان مردان هستند و زنان ایرانی پرتلاش و. باریکلا باریکلا که برای من میزنن تموم شد. آفرین آفرین به این پسرهای پرتوان و پر انرژی و با سرعت. آفرین باریکلا باریکلا به پسرهای خوب. باریکلا باریکلا. خب سوال بعدی ما بچه ها هستش، معنی کلمات زیر را بنویسید. اونجا رو خط بکشید زیر مرتب کنید. تونو که نوشتید خط بکشید بنویسید معنی کلمات زیر را بنویسید. اینو بنویسید تا من بیارم براتون کلمه هاشو. معنی کلمات زیر را بنویسید. آفرین ماشاءالله به پسرای خوبم. خب
ببینید کلمه هامون این هستش، معنی کلمه ها این هاست، هم معنیاش اکنون، زیبا، شاعر، عظیم. معنی این کلمه ها رو بنویسید. آفرین به پسرای خوبم، باریکلا. آفرین به پسران. باریکلا باریکلا که اینقدر قشنگ دارید می نویسید. آفرین بهتون، ماشالله ماشالله به پسرای خوب. معنی کلمات زیر را بنویسید. آفرین. معلومه که خیلی تمرین میکنید که خوب بلدید و سری مینویسید. آفرین بهتون، باریکلا به پسرام. خب پسرای خوبم، چیه پسرم عزیزم؟ محمد حسن سلام خانم سالتی. سلام بروی ماهت جونم. خانم سالتی من فینیش تموم کردم. باریکلا. انگلیسی هم صحبت میکنی؟ خب عکسشو بفرست، عکسشو برام ارسال کن. خب بچه های گلم دیگه موقع کویزمون تموم شد. خب بله برای من میزنن که خیلی وقت تموم کردید. خب حالا اگر که کسی تموم نکرده دستشو بگیره بالا که من صفحه رو نبرم. چیه کیاشا جان؟ کیاشا هم که تموم کرد. چیه پسرم روحام صفیاری عزیز؟ روحام جان؟ من هنوز تموم نکردم، نصفشو ننشتم. سریع بنویس ببینم. زود کجایی الان؟ الان اینو بنویسم دوتا دیدمون دو دوتا هم بنویسم تمومه. خب سریع یادداشت کن بعدا کاملش کن. چشم. نوشتی قربونه؟ بله. خب جواباشم بنویس بعد عکسشو برام بگو. نوشتم. مرسی. هم بس... این جمله سازی رو نوشتم، هم این اکنون و زیبا شاعر و عظیم. باریکلا. معنیاشم بنویس جلوش. اکنون معنیشو جلوش بنویس. زیبا هم معنیش، ببین هم معنیش چی میشه اون کلمهشو بنویس. شاعر یعنی چی جلوش بنویس. عظیم هم یعنی چی جلوش بنویس. خب پسرای خوب من آفرین بهتون. بریم سراغ کتاب نگارش. عکس اینو بله میتونید الانم بفرستید برای من. بچه های گل من هر کدوم دوست دارید میتونید بفرستید، هر کدوم هم دوست ندارید زنگ تفریح بفرستید. الان بریم سراغ کتاب نگارش صفحه 77. اشکال هم نداره اصلا بفرستید، اونایی که مامانشون سر کار هستن هیچ اشکالی نداره، بعد از ظهر بفرستن برای من. مرشاد جون، جونم چیه عزیزم؟ مرشاد جونم، مرشاد جون جونم چت هنوز رو حالت خصوصیه. درستش میکنم الان، درستش میکنم. مرسی ازت. خب همه کتابای نگارشتون رو باز کنید، صفحه 77 رو بیارید بچه ها. خب پسرای خوب من الان میریم سراغ کتاب نگارشمون. همه کتاب نگارش صفحه 77 رو باز کردی. درس 13 هم ایران زیبا بالاش نوشته صفحه 77. ببینید اینجا، اینجاش نوشته 77. دیدید پسرا؟
همه باز کنید، آماده. میخوایم با هم دیگه امروز انجام بدیم. منم صفحه‌مو بزرگتر میکنم که شما خوب ببینید. بچه ها سوال یکمون چیه پسرم؟ محمد هستن. چه سوالی دارید؟ خانم سوالتی جانم میگم ما دو صفحه حل میکنیم؟ نه عزیزم، ما یک صفحه حل میکنیم. خب اجازه بدید من توضیح بدم، چون خیلی کار داریم و زمانمون کم میاریم. سوال یک، سه سطر اول درس رو با خط زیبا و خوانا بنویس. بچه ها بیاید از روی خط از اون بالای درس ادامه میدید. سه خط اولش رو اینجا برای من چی کار میکنید؟ مینویسید. خیلی تمیز و خوشخط بنویسید پسر ادامه. بریم سوال دوم بچه ها. یعنی ببینید مثل همینی که اینجا براتون نوشته شما این پایین مینویسید. خب اینا که اینجا نوشته مینویسید. حالا بریم سوال دو. پس سوال یک برای الانمون نیست، سوال یک برای بعد از ظهرمونه. ناهارتون که خوردید، استراحت کردید، مینویسید و برای من میفرستید. جونم امی بردیا جون چه سوالی داری؟ امی بردیا باریکالله که داری خوش خط مینویسی، آفرین به تو. من میدونم تو خیلی زرنگی پسر گلم، خیلی زیبا هم مینویسی، آفرین. خب پسرای گل ما، الان امیر حسین فراهانی میخواد بیاد. سوال دو، گفته هر گروه از حرفهای در هم ریخته را به یک کلمه تبدیل کنید. هر کلمه نام یک شهره. چیه پسرم؟ کیان جون چه سوالی داری قربونه؟ سلام خانم سولتی. سلام عزیزم، جون دلم. خانم سولتی جون. جان. اینا باید از بالاش دوباره رو اینجا بنویسی؟ بله، همینا که این بالا برات نوشته، همینجا شما تک کن. سه خط بعدی رو ادامه بدیم. نه، اینا که همین بالا نوشته، همین پایین بنویس. چون سه خط اول درستون همینه پسرم. نگاه کن به کتاب، سه خط اول درس شما همینجاست که همینه که میبینی. درسته؟ ولی تو یه خط دیگه هم میتونی بنویسی. مثل کوه ها و دشت ها و دریا ها و جنگل ها و زیارتگاه ها. خب، پسر خوبم امیر حسین. امیر حسین جان، دستتو گرفتی بالا پسرم؟ ببینم امیر حسین دستشو، بله. امیر حسین میخواد این قسمت سوال دو رو برای ما حل بکنه. سوال دو، هر گروه از حرفای در هم ریخته رو به یک کلمه تبدیل کن. اولین کلمه چی میشه؟ پسرم میتونی مرتب کنی بگی به من؟ امیر حسین صحبت کن عزیزم، صحبت کن. ابا این اولی چی میسازی؟ نمیتونی صحبت کنی؟ خب مثل که نتشش کن. امیر حسین یک بار برو بیرون از کلاس، دوباره بیا تو کلاس خوب میشه. امیر حسین جان، بله، یک بار خارج شو از کلاس. آروین بیا. آروین جان، آروین، امیر حسین یک بار از کلاس برو بیرون پسرم. خب آروین جان سلام، خوبی آروین؟ سلام. خب اولین کلممون چی میشه؟ شیراز. باریکلا، میشه شیراز. شیراز، باریکلا. اجازه بده من کوچیکترش بکنم که خوشخط‌تر بنویسیم. بله شیراز، اجازه بدید بنویسم. خب با بعدیش چی میسازی؟ چه کلمه ساختی؟ با بعدی کرمان. بله اینجا میشه کرمان. اینا رو مرتب کنید باید اسم یک شهر میشه. مرسی از شما آروین جون، دست درد نکنه، خیلی ممنون. بریم پیش پسر بعدیمون. خب آقای پسر خوبمون، بله دیگه رفته دیگه آروین، اشکال نداره. آریا، آریا بیاد. آریا جان سری دستاتون بگیرید بالا بتونیم کارامون انجام بدید. آریای عزیز من، بله.
آریا کلمه بعدی، حروف به هم ریخته بعدی رو مرتب کنه و یک کلمه بگه به من. سلام آریا جون. سلام پسرم. با این چی سازی؟ با این حروف در هم ریخته چی ساختی؟ خانم جونم، من اینو نمیدونم. این ساده، این ساده، اینجا بعد چاپ شده. خب سه صابون میشه چی؟ میشه؟ نه ببخشید، این هه هه وسطه، هه وسط دیدیش؟ بله هه وسطه. این میشه چی؟ خانم من نمیدونم این چی میشه، چه شهریه. خب بعدیشو میتونی بگی چه شهریه؟ نست جدم نمیدونم من خانم، من هیچ کدوم چیزی. خب اجازه بده دوستای دیگر میپرسم، اجازه بده دوستای دیگر بپرسم. دستتو بیار پایین، دستتو بیار پایین. خب روحام صفیاری چه سوالی داری پسرم؟ شما میدونی؟ من از زودتر از شما نوشتم. اولیش میشه شیراز، دومیش میشه کرمان، سومیش میشه اصفهان. اجازه بده من بنویسم. سومیش اصفهان. باریکلا میشه اصفهان. بعدیش میشه چی؟ بعدیش میشه چی؟ من راهنمایی بکنم. سه میاد اولش میشه چی؟ چی؟ سه میاد اولش نن سنندج. سنندج بچه اسم یک شهر در کردستان. سنندج. بنویس. مرسی ازت که اصفهانو گفتی، باریکلا. خب پس بچه اینجا نام یکی از شهرهای ایران شد. اولی شیراز، کرمان، اصفهان و سنندج. آفرین. بریم سوال بعدی رو انجام بدیم. سوال بعدی بچه با دقت بنویسید و خوشخط. سوال بعدی، جاهای خالی را پر کن. به محل زیارت جای خالی میگویند. من میپرسم ازتون، آقای تاهای میرزاده بگه. تاهای میرزاده عزیز آفرین. این سوال تاها بگه. زیارتگاه بعدی آموزشگاه. نه 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 همه رو نگو، همون کافیه. به محل زیارت چی میگیم؟ زیارتگاه. بذار من بنویسم. همون کلمه فقط یه گاه بهش اضافه میکنیم. بله اینجا باید کلمه گاه اضافه بشه، زیارتگاه. خب کلمه بعدی، به محل آموزش چی میگیم؟ آموزشگاه. آموزشگاه. باریکلا مرسی. دست شما هم درد. آرام. نمیخوام بگی، نمیخواد دیگه، کافیه، نوبتت تموم شد. میخوام دوستای دیگه بگم. پس بچه ها به محل زیارت چی میگیم؟ زیارتگاه. به محل آموزش چی میگیم؟ آموزشگاه. حالا بعدی، به محل آزمایش چی میگیم؟ الان میخوام از سپنتا بپرسیم. سپنتا جان به محل آزمایش چی میگیم؟ آفرین پسران. به محل آزمایش میگیم آزمایشگاه. باریکلا. به محل آزمایش میگیم آزمایشگاه. محلی که یعنی جایی که آزمایش میکنیم. مرسی. دست شما درد نکنه. مرسی. خب به محل آزمایش میگیم آزمایشگاه. پس اینجا بچه ها به محل زیارت چی گفتیم؟ گفتیم زیارتگاه. به محل آموزش گفتیم آموزشگاه. به محل آزمایش گفتیم آزمایشگاه. کامل کنید پسر خوبم؟ باریکلا به پسران. آفرین. حالا سوال بعدیمون،
چرا کشور ایران را دوست داری؟ در چند سطح بنویس. آقای تاهای ظاهری عزیز، تا رفتم اسمشو بگم خودش هم دستشو بلند کرد. تاها جان سوال چهار رو شما بمون بگو. آفرین پسر خوب. سلام عزیزم، خوبی؟ خوبی پسرم؟ خب چرا کشور ایران را دوست داری؟ چون وطن ماست و ما در آن زندگی می‌کنیم. می‌ذاری من بنویسم؟ چون ایران، ایران وطن ماست. خب یه جمله بگو براش، یه جمله شد دیگه دوستای دیگه بگن. باشه تاها جون، مرسی از شما. بچه چرا کشور ایران را دوست داری؟ تاها گفت، تاها یه جمله گفت، گفت چون ایران وطن ماست. حالا میخوام از یکی دیگه بپرسیم ببینیم. مرشاد شما به من بگو. مرشاد بگه چرا ایران را دوست داره؟ مرشاد؟ خب مرشاد جان اشکال نداره، مثل که مرشاد رفت بیرون. خب عطا بگه. عطا جون، خب عطا بگه چرا کشور ایران را دوست داری؟ آفرین پسرای خوبم، باریکلا باریکلا بهتون. عطا جان سلام. خانم سوالتی جون. سلام عزیزم، دوربینت باز نمیشه؟ آها باز شد. خب حالا به من بگو چرا ایران کشور ایران رو دوست داری؟ میتونی بگی عزیزم؟ چون ایران زنان ایرانی پرتلاش و با ایمان است. باریکلا. چون ایران وطن ماست و ما در آن، درسته، و ما زندگی می آن. آفرین. در آن زندگی می کنیم. آفرین. و ما در آن زندگی می کنیم. خیلی خوب بود، باریکلا. دیگه یکی از دوستای دیگه همونم بپرسیم ببینیم چی میگن. خب مهشاد جون شما بگو ببینم. ببینید چرا کشور ایران رو دوست داری؟ چون ایران وطن ماست و ما در آن زندگی می کنیم. دیگه یه جمله دیگه بگو. خب ایران جاهای دیدنی وجود دارد. بله در ایران جاهای دیدنی وجود داره. میتونی بگی من ایران رو خیلی دوست دارم، درسته؟ میتونی بگی من ایران را خیلی دوست دارم، چون جاهای دیدنی داره، مکانهای تاریخی داره. بله خیلی قشنگ و خوبم همه جواب دادید. بچه خیلی میتونید زیاد در موردش بنویسید، در مورد ایران. مرسی ازت مهشاد جون، دستت درد نکنه. گفتیم چرا کشور ایران را دوست داری؟ گفت چون ایران وطن ماست، ما در آن زندگی میکنیم، ما ایران را خیلی دوست داریم. بعد اجازه بدید دیگه من ببینم دوستای دیگه همون. خب کیان چه سوالی داره؟ کیان جان شما میخوای بگی؟ کیان باز نمیشه میکروفونت. کیان جون عزیزم باز نشد برات باز کردم ولی باز نشدش. خب رادین جان شما چه سوالی داری دیگه؟ میگی؟ چرا کشور ایران را دوست داری؟ چون ایران وطن ماست و ما در آن زندگی میکنیم، من ایران را خیلی دوست دارم. رادین جون باز نمیشه برات میکروفون دوربین و میکروفون باز کردم. خب ببینیم رادین قربانیان باز میشه. رادین جون باز میشه برات؟ رادین سلام خانوم. سلام عزیزم، شما چه جمله میگی؟
با چرا کشور ایران را دوست داری؟ بله، چون ایران وطن ماست، ما در آن زندگی میکنیم. من ایران رو خیلی دوست دارم. دیگه میتونیم چی بگیم؟ چون ایران سرزمین مادری ماست. آره کلا، ایران سرزمین جونم. من دو تا کلمه سرزمین مادری خب من تا الان دو تا جمله اینو نوشتم. میتونم به جای من ایران را خیلی دوست دارم اینی که من خودم الان گفتم و بنویسم به جای من ایران را خیلی دوست دارم؟ چرا همشو ننویسی؟ همشم بنویسی؟ خیلی هم خوبه، همشم بهتره، عالی هم میشه. باریکلا به پسر گلم که جمله به این قشنگی هم گفت. بچا چرا کشور ایران رو دوست داریم؟ چون ایران وطن ماست، ما در آن زندگی میکنیم. من ایران رو خیلی دوست دارم، ایران سرزمین مادری ماست. باریکلا، خیلی زیبا و خوب نوشتید، آفرین بهتون. باریکلا. رادی جون، آقای سرزایی باز کردم برای دوربین و میکروفون رو. باید بکنم باز نمیشید. آها باز شد. شما چی میخواید؟ سلامت همه. من میخوام بگم که پدربزرگ و مادر بزرگ اشتباه گفتن و پدر بزرگ مادر بزرگ های و مامان بابا همون اهل ایرانن، به دنیا آمدن. باریکلا، این هم خوبه، آفرین بهتون، درسته. باریکلا بهتون. خب بچه های گل من، الان دیگه کتاب نگاره صفحه 77 با کمک هم دیگه کامل کردیم و میخوایم بریم سراغ یک کار جالب دیگه‌مون. من اینو بچه ها براتون پاک میکنم دیگه. همه نوشتید دیگه، درسته بچه ها؟ همه نوشتید؟ خب میریم سراغ بچه های خوشگل من. الان من میخوام این صفحه رو ببندم، برم کتاب فارسی چی بخانیم رو باز کنم. کتاب فارسی بخانیمتون رو همه باز بکنید. بچه ها جون من، توی کتاب فارسی بخانیم شما یه دونه شعر هستش. نگاه کنید به شعرش بچه ها. یه دونه شعر گذاشتیم براتون، اجازه بدید من بیارمش. شعر بخوان و حفظ کن. شعر بخوان و حفظ کن و من یک بار میخونم براتون. میخوام براتون یه کلیپ خوشگل بذارم که خستگیتون بره، چون شما از صبح امروز دارید کار میکنید، ریاضی، هدیه های آسمانی، دیگه فارسی، کویز فارسی. حالا میخوایم با هم یه شعر بخونیم. بخوان و حفظ کن. ای خانه ما خوب و عزیزی، ایران زیبا پاینده باشی. ای خانه ما، من دوست هستم با شهرهایت، با کوه و دشتت، با نهرهایت. خورشید اسلام یک بار دیگر تابیده از تو، الله اکبر. در هر کجایت خون شهیدان پیوسته جاری است، ای خاک ایران. بر کوی و کوچه، بر دشت هایت رویده لاله، جانم فدایت. این شعر بچه ها آقای مصطفی رحمان دوست این شعر زیبا رو گفته. حالا من براتون یک کلیپ خوشگل از این شعر میخوام بذارم. آماده اید؟ بریم.
آینده باشی ای خانه ما. من دوست هستم با شهایت، با کوه و دشتت، با نهایت. خورشید اسلام یک بار دیگر تابید از تو الله اکبر. دو تا دوستاتون به من گفتن صدا نداریم، بقیه صدا داشتید؟ خوب بود صدا براتون با تصویر؟ چون من نمیتونستم وسط فیلم قطع کنم. بله صدا خوب بوده. پس بچه هایی که مشکل دارید، شما باید یک بار از توی کلاس وقتی میبینید صدا و تصویر ندارید از کلاس خارج بشید، دوباره وارد کلاس بشید که صدا و تصویر داشته باشید. چون بیشتر بچه ها میگن صدا و تصویر خوب بوده، صدا و تصویر داشتن. خب الهی شد که این شعر زیبا و قشنگ رو هم گوش کردید، باریکلا بهتون. ولی میذارم تو کانال واتساپ، اون دو تا از دوستامونم که نتونستن گوش بدن از تو کانال واتساپ چیکار کنن؟ گوش کنن. مرسی ازتون، آفرین به شما پسرای خوبم. بله اجازه بدیدم ببینم پسر گلم چه سوالی داره. امیر حسین جون چه سوالی داری عزیزم؟ امیر حسین جان، خب مثل که امیر حسین یه سوال داشت. امیر حسین جون چه سوالی داری پسرم؟ جونم صدا تو ما نداریم عزیز دلم. خب بچه های عزیزم، صفحه 84 از کتاب فارسی بخوانیمتون رو باز کنید. صفحه 84 نگاه کنید، اینجا که نوشته صفحه 84 دیدید؟ امیر حسین ما صداتو نداریم پسرم، صداتو نداریم عزیزم. صفحه 84 رو باز کنید از کتاب فارسی بخوانیم. خب میخواییم پیدا کن و بگو بگیم. جونم آقای قربانیان چه سوالی داری پسرم؟ سلام خانم، من نتونستم فیلم رو ببینم. چرا نتونستی؟ اینترنتم قطع شد، بعد رفت میخواستم من از کلاس بیرون، بعد امیا یه دو دقیقه میذارم تو کانال واتساپ، میذارم کانال واتساپ عزیزم، تو کانال واتساپ نگاه کن. خب بچه ها پیدا کن و بگو در صفحه 84. خب میخوام الان بریم سراغ صفحه 84. سوال 1، کلمه هایی که ها دارند رو از توی درس پیدا کنید و بنویسید. هنوز یکی
هنوز یه مقدار دیگه مونده تا زنگ تفریح بسرم. الان هنوز زنگ تفریح نیست. سوال یک رو انجام میدیم. آماده؟ سوال پیدا کن و بگو. من ببینم از کدوما میتونم بپرسم. همه پیدا کنم من بپرسم. آقای پارسای محسنی به من میگه پارسا جون شما به من بگو. والا کلمه هایی که ها دارن از تو درس پیدا کن به من بگو. کلمه هایی که ه دارن. ه دارن. ها. ببین گفته کلمه هایی که ها دارن یعنی جمع بسته شدن. ها. ها. کوها. باریکلا. کوها. ها. درسته. اجازه بده من اینجا بنویسمش. خب. کوها. ها. درسته. دیگه چی؟ بعد کوها. بله. قسمت های. چی؟ قسمت های. نه. ها آخرش باشه. ها آخرش باشه. آره. قسمت هایی هم درسته. ولی بیشتر کلمه های پیدا کن که ها آخرش بیاد. مثل کوها. بناهایه. بناها. بناها. خب دیگه چی؟ بعد بناها دشت ها. دشت ها. درسته. بعد از دشت ها جنگل ها. جنگل ها. بچه ها میدونید که ها بله میدونید که ها وقتی آخر کلمه میاد چیه جمع بسته میشه. بله زیارتگاه. حالا من توضیح میدم اینا رو. مرسی. من صفحه 77 کتاب فارسی نگارش من بالاشو نوشتم. نه الان بیا اینجا این مهمتر از اونه. اونو بعدش هم زمان داریم. بچه گفته کلمه هایی که ها دارن پیدا کنید بنویسید. ها اگه آخر کلمه بیاد جمع بسته میشه. کوه ها یعنی چند تا کوه. بنا ها یعنی چند تا بنا، چند تا ساختمان. دشت ها یعنی چند تا دشت. جنگل ها یعنی چند تا جنگل. زیارتگاه یعنی چند تا زیارت. کلمه های دیگه هم هست مثل دریاها. اینها هم میتونید توی درس پیدا کنید بنویسید. سوال دوم گفته کلمه هایی که الف و نون دارن بهش اضافه شدن. الف و نون. آروین جون چه سوالی داری پسرم؟ کلمه هایی که الف و نون دارن. آروین من یه چیزی میخواستم بگم. بگو عزیزم چه سوالی داری؟ کلمه آخر میدم که آخرش هه. بگو عزیزم. روسیه. اونم درسته. بله پسره خوبم الان دیگه زنگ تفریحتونه. میریم زنگ تفریح. این صفحه رو میذاریم برای فردامون. زنگ فارسی با هم کامل میکنیم. شما سوال یکشو کامل بکنید تا فردا زنگ تفریح. الان برید استراحت کنید. زنگ بعدی اون روم داریم. مرسی ازتون. خسته نباشید عزیزای من. خدا قوت.